دوستانی که تازه به ما پیوستن این تازگی خواهد داشت که ما چگونه ما عمل جراحی که برای لنز معمولی و برای لنز مالتیفوکال انجام میدیم واقعا تفاوتی خود عمل نداره، اما اون کلکولیشن های قبل از عمل خیلی با هم متفاوته که جراح بایستی خودش انجام بده و به خاطر همین هستش که دستمزدی بیمه جداگانه برای این کار در نظر گرفته. و دیگر اینکه هنگام عمل آستیگماتیسم حتما بایستی درمان بشود. البته خوشبختانه لنزهای مالتیفوکالی به بازار آمده که خودش آستیگمات داره، ولی این فیلم خورده قدیمی است که شما میبینید و ما خودمون با دست آستیگماتیسم رو اصلاح میکنیم. بذارید این فیلم رو با هم ببینیم و دوستان یک ریفرشی مغزشون ریفرش بشه برای این عمل جراحی و ببینن که چگونه ما لنز مالتیفوکال رو در چشم جا میدهیم. میتونیم الان با هم تماشا کنیم امیر جان؟ بله، همطور که ملاحظه میفرمایید اینجا در قسمت وسط به اصطلاح سن میبینید که مریض روی تخت قرار گرفته، اسپیکولوم یا به اصطلاح اسپیکولوم، این قسمت اسپیکولوم پیداست، این به اصطلاح یک وصله فلزی است که میگذاریم، پلکا رو از هم باز میکنیم و قطره ریختیم، مردمک باز شده، مریض روی تخت خوابیده، مریض صحبت های من رو به راحتی میشنوه، گوش میکنه و میتونه با من همکاری کنه ولی هیچ دردی احساس نمیکنه. خب در این صحنه من میخوام به شما نشون بدهم این بیمار کدرک آب مروارید داره، ضمن اینکه استیگماتیز داره. ما قبل از اینکه مریض رو ببریم تو اتاق عمل، در به اصطلاح اتاق پری آب، مریض رو همونطور که میبینید اینجا یک به اصطلاح مارک گذاشته میشه که این مارکی که میبینید یکی اینجا گذاشته میشه در ساعت 6، یکی اینجا، یکی اینجا و یکی اینجا. اینها رو در حالی که بیمار نشسته است این مارک رو میگذاریم، مارک رو خوب میبینید اینجا، این 4 تا مارک رو میگذاریم که مثلا ساعت 12 و 3 و 6 و 9 رو مشخص کنیم، وگرنه مطمئناً بعد از اینکه بیمار خوابید روی تخت چون چشم یه مقداری به داخل میچرخه، بنابراین ما به اصطلاح فضای هندسی آستیگماتیزممون رو از دست میدهیم، ولی با گذاشتن این علائم دیگه میتونیم که محل آستیگماتیزممون رو مشخص کنیم. حالا این عمل جراحی کدرک برای گذاشتن لنز مالتیفوکال عین کدرکت معمولی است، ولی اول قبل از اینکه ما کاری انجام بدیم همونطور که میبینید با این وسیله دقیقا اکسس یا محور آستیگماتیزم رو که قبلا میدونیم چقدر هست که در این بیمار چیزی حدود 131 درجه هست، این رو مشخص میکنیم و با این وسیله مارک میگذاریم روی 131 درجه که در اینجا ملاحظه میفرمایید که این محور آستیگماتیزم ماست و با این وسیله‌ای که دیدید مارک گذاشته شد. حالا عمل جراحی مثل عمل جراحی معمولی ادامه پیدا میکنه، یعنی با یک سوپر شارپ، این چیزی که میبینید اسمش هست سوپر شارپ نایف، یک سایت پورت ایجاد میکنیم، یک سوراخی در قسمت کناری ایجاد میکنیم، معمولا جراح در قسمت تمپرال یا قسمت خارجی چشم مینشینه، بعد از اون با کراتوم که این وسیله است که اینجا میبینید که این 2.2 میلیمتر بیشتر نیست، یک برش به شکل یک تانل ایجاد میبینید که میریم داخل، بعد از اینکه چند میلیمتر رفتیم سر به اصطلاح کراتوم رو به داخل قرنیه فرو میکنیم و باز میکنیم. بعد از اینکه این عمل انجام شد مقداری قرنیه رو البته دائم کمک جراحیش میکنه، حالا به اصطلاح ماده ویسکوالاستیک رو همینطور که میبینید، این ماده چون همیشه این ماده به این شکل مشخص نیست و الان خیلی خوب و راحت میتونید ببینید، این ماده مثل سفیده تخم مرغ هست و به اصطلاح ویسکوالاستیک اسمش هست و این کاری که الان میکنیم بهش میگن سافت شل تکنیک ویسکوالاستیک کانفیگوریشن، یعنی الان اول ویسکو رو تزریق میکنیم و بعد از ویسکو ماده دیگر رو، این ویسکو خیلی سفته، این رو تزریق میکنیم اول و بعد
مقدار البته کمی از این تزریق میشه و بعد مقداری از ماده‌ای که از این خورده رقیق‌تره همینطور که میبینید پروویسک نام داره تزریق میشه و پروویسک ویسکو رو فشار میده. این ویسکو میاد و واقعا یک پروتکشنی ایجاد میکنه که سلول‌های اندوتلیوم قرنیه ضمن عمل ما زیاد دستکاری نشن. پس این برای پروتکشن سلول‌های قرنیه یا حفاظت سلول‌های قرنیه است. بعد از اینکه این کار انجام شد میبینید با یک سوزن سرکج شماره 25 میریم و کپسول قدامی رو در حقیقت باز میکنیم. بعد از اینکه کپسول رو باز کردیم با یک فورسپس مخصوصی میبینید میریم و در حقیقت کپسول قدامی رو نگاه کنید به شکل خیلی یک کپسول بسیار 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 نازک که همینطور که ملاحظه میفرمایید به شکل یک دایره در حقیقت این کپسول رو بر میداریم و استادی یک دست ورزیده اینه که بتونه خیلی قشنگ و راحت این دایره رو درست کنه. این دایره رو همینطور که ملاحظه میفرمایید این دایره لبه این به اصطلاح کپسولی است که در حقیقت برداشته شد. درست شما یک حبه انگور رو در نظر بگیرید که پوست روی حبه انگور رو ما به شکلی دایره در بیاریم و این به اصطلاح کپسول فورسپسی که میبینید اینجا این کپسول فورسپس مخصوصی است که دو تا به اصطلاح هینج داره و به همین دلیل میتونه در داخل چشم مانور خیلی خوبی داشته باشه. حالا بعد از اینکه این کار شد میریم سراغ به اصطلاح آزاد کردن هسته که در حقیقت هایدرو دایسکشن و هایدرو دیلینیشن اسم این عمل هست. همینطور که میبینید با یک سرسوزن بلند نه تیز میریم زیر این کپسول و مایع رو تزریق میکنیم. این مایع دور تا دور عدسی دیدید که حرکت کرد و کپسول رو و هسته رو از کپسول آزاد کرد. هسته عدسی که آزاد میشه شما الان دارید یک عمل جراحی کلاسیک آب مروارید رو تماشا میکنید. بعد از اینکه این کار انجام شد میریم و باز از اون ماده ویسکولاستیکی که داشتیم نوع دوم که رقیق تره باز تزریق میکنیم و کاملا مواد کورتکس رو آزاد میکنیم از روبروی زخم به چیزی حدود 360 درجه سعی میکنیم که این ماده به اصطلاح تزریق بشه. حالا الان این قسمت مهمترین قسمت عمل جراحی است. جراح دو تا وسیله در دستش میگیره. اینو در دست چپ میگیره که به اصطلاح یک وسیله است مثل هوک که چاپر اسم داره و این یکی سر دستگاه فیکوی ما هستش که عدسی رو خورد میکنه. از داخل این سه تا به اسم مایکرو تیوب میاد، از یکیش امواج آلتراساوند میاد عدسی رو خورد میکنه، از یکی مایع میاد میشوره و از یکی ساک میکنه که الان ملاحظه خواهید کرد و با کمک این وسیله که چاپر ما هست در حقیقت چاپ میکنیم، تکه تکه میکنیم عدسی رو. اول با دستگاه فیکو همینطور که میبینید قسمت مرکزی عدسی رو خالی میکنیم، تمیز میکنیم و میریم جلو تا جایی میریم جلو که بتونیم رد رفلکس رو ببینیم. در همین زم با دست چپ هسته عدسی رو ثابت نگه میداریم در ساعت در درست مقابل سر فیکو و میبینید که اونقدر میریم پایین که اینجا یه قرمزی میبینیم، اینو بهش میگن رد رفلکس. این قرمزی که دیده شد یعنی اینکه آماده ایم برای چاپ کردن. حالا چاپ میکنیم، میبینید که هسته رو در حقیقت با فشار دادن این دوتا وسیله به سوی همدیگه این هسته جدا شد. تکه تکش میکنیم هسته رو، چاپ میکنیم. چرا؟ که بتونیم راحت تر از چشم خارجش کنیم. بعد از اینکه اولین چاپ انجام شد میریم سراغ دومین چاپ. به راحتی دومین چاپ انجام میشه، میتونیم این تکه رو با به اصطلاح فیکو خارج کنیم. الان فیکو داره این قسمت رو، این به اصطلاح تکه رو که ایجاد کردیم به شکل یک وج بود، این رو از چشم خارج کردیم تا بتونیم به راحتی هسته رو در داخل چشم حرکت بدیم و با حرکت دادن هسته ضمن حرکت دادن از هر دو وسیله استفاده میکنیم و چاپ دیگه ایجاد میکنیم، یه تکه دیگه جدا میکنیم. این تکه رو هم باز توسط فیکو میبینید سر فیکو دقیقا این رو میخوره و کامل از چشم خارج میکنه. هنر به اصطلاح یک جراح ورزیده اینه که اولا مقدار امواج کمتری تا اونجایی که میشه وارد کنه
درسانی چاپ‌های کوچکتری ایجاد کنه که راحت‌تر بتونه پیکو بخوره این چاپ‌ها رو، و ضمن اینکه باید مواظب باشه که کپسول پوستریور پاره نشه، چون اگه کپسول پوستریور پاره بشه کار خیلی مشکل میشه. و همینطور که می‌بینید یک چاپ دیگه انجام شد، این چاپ به اصطلاح نیمه دوم عدسی رو داریم چاپ می‌کنیم و تکه چاپ شده رو، تکه جدا شده رو میخوره فیکو. همینجا الان شما میتونید پوستریور کپسول رو ببینید، این قسمت قرمز این پوستریور کپسوله که ضخامتی بیشتر از 5-6 مایکرون نداره، پس بنابراین 7-8 مایکرون بیشتر از ضخامت نداره و باید مواظبش باشیم که وقت پاره نشه، چون پاره شدن این همونطور که عرض کردم مشکلات زیادی ایجاد میکنه. پس بنابراین سعی ما این هستش که با فیکو، با این نوک فیکو همونطور که میبینید، با نوک این فیکو تمام این هسته رو از داخل چشم خارج میکنیم. و وقتی که صحبت میکنیم که نبایستی عدسی خیلی سخت باشه، به خاطر همین، حالا بعد از اینکه هسته خارج شد، اپینوکلوس یعنی قسمت های اطراف هسته رو هم همونطور که میبینید نرمتره خارج میکنیم از چشم. تنها آخرین چیزی که میبینه میمونه به جا میماند کورتکس هستش، که این کورتکسی که به جا مانده است رو با دستگاه دیگری که آی ای یا ایرگیشن اسپیریشن نامیده میشه از چشم خارج میکنیم، که این دستگاه دیگه امواج آلتراسون نداره، فقط در حقیقت یک ساکشن هست، ایرگیشن میکنه یعنی مایه وارد میکنه و ساک میکنه با یک به اصطلاح 90 درجه کرو. سر این آی ای ما میبینید 90 درجه کرو داره، این دقیقا 90 درجه است و به راحتی میتونه این کورتکس رو ببینید ببلعه و در حقیقت از داخل چشم باقی مونده های کورتکس یا قسمت قشری عدسی رو خارج میکنه. همطور که میدونید عدسی یک هسته داره، یک اپینوکلئوس داره و قشر یا کورتکس. کورتکس هم تموم شد. حالا کار بعدی اینه که ما این کپسولی رو که داریم پالیش کنیم، به قول من براقش کنیم. میبینید ذرات و سلول های که اینجا مونده، اینا سلول های باقی مونده است که اینا رو میبینید، اینا سلول های باقی مونده است، که این سلول ها رو بایستی همینطور که میبینید با پالیش کردن از داخل چشم خارج کنیم. کار بسیار ظریفی است، بسیار 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 ظریف، که اگر مواظب نباشیم با کوچکترین حرکتی میتونیم این کپسول پوستریور رو پاره کنیم و مشکل ایجاد کنیم. پس بعد از اینکه پالیش انجام شد و تمام به اصطلاح ذرات برداشت شد، میبینید چقدر قشنگ و شفاف الان شما کپسول پوستریور رو میبینید و این هم کپسول انتریور، این کپسول خلفی است و این کپسول قدامی است و این همون تکه است که ما برداشتیم که در حقیقت به داخل عدسی راه باز کنیم و از همینجا لنزمون رو وارد چشم مریض میکنیم. اینجاست که میبینید عمل جراحی پس برای لنز معمولی و لنز مالتیفوکال فرقی نمیکنه. لنز مالتیفوکال در قبل از اینکه لنز رو بگذاریم، باز از اون ویسکوالاستیک نوع لزج و نرمتر وارد کپسول میکنیم که این کپسول و این کپسول رو از هم جدا کنیم و به شکل یک بگ این رو در بیاریم. اگر به شکل بگ نباشه، این دو کپسول رو هم میخوابن و عدسی ما به داخل وارد نمیشه. پس همونطور که دیدید الان این شد یک بگ. این قسمت رو اگر تماشا بکنید، اینجا بگ هستش، یک کیسه هست. حالا لنزی رو که در داخل کارتریج گذاشتیم، از محل برش 2.2 میلیمتری ما توسط کارتریجی که میبینید وارد میشه. اینجا اگر دقت کنید با سپچولا سعی میکنیم که از ساید پورتمون چشم رو نگه داریم که حرکت نکنه و با فشار این لنز الان وارد چشم میشه. این هم لنز مالتیفوکالی که الان میبینید مثل کودکی که از مادر متولد میشه، از داخل کارتریج کم کم میاد بیرون و خودش رو اونجا باز میکنه. میبینیم این یک پروانه باز میشه. اگر دقت کنید اینها هپتیک یا پایه هاشن، این یکی از پایه هاشه، این هم یکی از پایه ها. این پایه ها باید برون و در ته کیسه کپسولار بگ قرار بگیرن. همینطور که میبینید به تدریج این باز شد و سر جاش قرار گرفت. حالا موقعی هستش که ما شاید این تنها تفاوتی است که بین یک عمل معمولی و عمل مالتیفوکال انجام میشه. این لنز ری استور هست، مالتیفوکاله.
چون این بیمار همونطور که در اول عمل عرض کردم یک دایوپتر استیگمات داره، الان با یک کراتوم 2.7 دیده بودید قبلا با دایموند نایف این کار رو میکنیم. اگر از دایموند نایف بخوایم استفاده کنیم بایستی در اول عمل این کار رو بکنیم. اگر بخوایم با کراتوم استفاده بکنیم میتونیم در آخر عمل این کار رو انجام بدیم. هیچ تفاوتی با هم نداره. اگر یادتون باشه اینجا محور استیگمات ما بود و درست میبینید که الان درست چاقوی ما از همینجا وارد چشم میشه و در حقیقت یک برش حدود 2.7 ایجاد میکنه که این اگر حالا درست در سمت مقابل همین برش رو ایجاد میکنیم، اینها به این ترتیب آستیگماتیزم بیمار ما رو اصلاح میکنه و به این ترتیب بیمار بعد از عمل آستیگماتیزمی نخواهد داشت. پس آستیگماتیزم هم به این ترتیب اصلاح شد. حالا بعد از اینکه آستیگماتیزم رو اصلاح کردیم، این ماده ویسکولاستیک رو از چشم بایستی خارج کنیم. حتما اول میریم از پشت لنز برش میداریم، خارجش میکنیم و در مقابل اینا حباب هوا هست، چیز مهمی نیست. این چیزی که میبینید اینها حباب هوا هست که بعد میاد بیرون یا جذب میشه، چیز مهمی نخواهد بود. پس تمام اون ماده سپید تخم مرغ شکلی لزج رو از چشم خارج میکنیم. چرا؟ چون اگر از چشم خارج نشه باعث بالا رفتن فشار چشم میشود و به این ترتیب میبینید عمل پایان گرفت. بسیار عمل تمیزی، لنز مالتیفوکال گذاشته شد، استیگماتیزم اصلاح شد و اینجا پایان عمل خواهد بود. خب دوستان خسته نباشید. امیر جان تلفن ها رو باز کنید که در این فاصله سوالات دوستان رو، متاسفانه امروز وقت زیادی نیست ولی به هر حال به سوالات عزیزان پاسخ بگوییم در حد وضاحت برنامه. همطور که ملاحظه فرمودید عمل جراحی تقریبا برای مانوفوکال و مالتیفوکال تفاوت زیادی نداره، جز اینکه حتما بایستی اگر کسی مالتیفوکال میگذاریم برش استیگمات اصلاح بشه. اگر اصلاح نشود نتیجه خوب نخواهد بود و بیمار ناراضی خواهد بود. یک دوم اینکه حتما بایستی ماده ویسکولاستیکی که گذاشته بودیم در چشم تا قطره آخر خارج بشود، وگرنه میتواند باعث افزایش فشار داخل چشم بشود روز بعد از عمل. ولی به هر حال وقتی اگر همه این کارها به شکل بسیار نظیف و تمیزی انجام بشود، فردا صبح مریض معمولاً بین 20-25 تا 20-20 ویژن داره، یعنی یک ویژن معمولی که میتواند خودش درایو کنه و به اصطلاح به مطب تشریف بیارن و ببینیمشون. و یک نکته مهم اینه که حتما ما بایستی روز بعد از عمل بیمارانمون رو ببینیم. دوستانی که فکر میکنن خب ممکن بتوانیم دو روز بعد به مطب مراجعه کنیم، اشتباه میکنن. برای اینکه ما حتما بایستی مریض رو روز بعد از عمل ببینیم، ببینیم فشار چشم بالا نیست، لیک وجود نداره، همه چیز خوبه، منظمه و بعد هفته بعد میبینیم. بنابراین این نکته رو هم فراموش نفرمایید. اجازه فرمایید تا به سوالات دوستان عزیز پاسخ بگویم. دکتر رضا پور هستم از شکفتای جان چشم پزشکی، بفرمایید. آقای دکتر جانم بفرمایید. رضا پور؟ بله جونم بفرمایید. سلام آقا، من از ونکوور زنگ میزنم. خواهش میکنم. یه سوال داشتم. من 21 سپتامبر در ونکوور عملی کترک کنم. حالا برای عمل جراحی که امیدوارم دکتر ماهر باشن، ولی یه سوالی که دارم، چطور رنگ چشم عوض نمیشه بعد از اینکه عدسی رو عوض میکنیم؟ برای اینکه رنگ چشم ما مربوط به عدسی ما نیست عزیزم. رنگ چشم ما مربوط به به اصطلاح آیریس یا عنبیه ما هست. ما کاری به عنبیه نداریم، دست به عنبیه نمیزنیم. ما قطره میریزیم، عنبیه رو میکشیم کنار مثل پرده. عنبیه انگلیسی چی میشه آقای دکتر؟ آیریس. آیریس. بله. ما مربوط به اون هست. بله، رنگ چشم مربوط به آیریس هستش و پیگمنتی که در آیریس هست رنگ چشم ما رو مشخص میکنه. من از دکترم خواستم که این به من همین مالتی فوکال بذاره که دیگه اصلا عینک نزنم. گفتن چون چشم تو چیز نیست، به حساب گرده گرده و مسئله اون چیش میگین که شما یه ذره اگه انحراف داشته باشه استیگماتیزم نیستش نمیشه کرد. آیا این درسته؟ والا من متوجه این صحبت نمیشم. برای اینکه کسی که استیگماتیزم نداشته باشه
بهترین چشمی است که ما دوست داریم مالتی فوکال بگذاریم توش، و اگر مکولاتون هم خوب باشه. البته نمیدونم مکولا دارم، بله من متاسفانه مکولا هست. خب همون علت این که جراح شما نخواسته برای شما مالتی فوکال بذاره به خاطر، نه به خاطر استیگماتیزم، به خاطر مکولار دیجنریشن شماست. کسانی که مکولار دیجنریشن دارن به هیچ عنوان نبایستی مالتی فوکال بگذارم، برای اینکه نتیجه خراب خواهد شد. متاسفانه. بله متاسفانه. خیلی متشکرم. واسه پاس از تلفن. نمیگیرم، برنامه‌تون فوق‌العاده آموزنده. متشکرم عزیزم. یک دنیا ممنون. دکتر رضا پور هستم از شکفتای جان چشم پزشکی، بفرمید. سلام، حال شما خسته نباشید. متشکرم عزیزم. بخشی چشمم ایتاب داره و هر دکتر چشم یکی میگه خونریزیه، یکی میگه پارگیه، یکی میگه سکته مغزیه. آخرین چشمکی که رفتم گفتش که عصب چشم پاره شده. حالا نمیدونم چی کار کنم. گفتن عصب چشمتون چی شده؟ پاره شده. عصب چشم؟ سیم تلفنی که توش مثلا کلی سیمه، میگم پاره شده سر عصب چشم. چی ضربه ای به چشمتون خورده؟ نه اصلا ضربه ای چیزی، من خب یه حد نشستم تلویزیون میزم سیاه شد. رفتم دکتر اینا به مرور، بعد دوباره رنگ روشن شد. الان میگیرم جلو چشم چپمو، رفتم مثلا عین دوده نشون میده. و دیدتون خیلی کم شده؟ نه آنچنان، ولی اگه یه چشمی ببینم آره انگار دوده. خب ببینید، همه این صحبتهایی که شما کردید ممکنه اتفاق افتاده باشه. تا مریض رو نبینیم، معاینه نکنیم، نمیتوانیم بگوییم چی هست، ولی میتواند سکته چشمی باشه، میتواند عصب بینایی شما دچار مثلا نبرید شده باشه و بعد دچار لاغری یا خشکی شده باشه. اینا همه میتوانه اتفاق، یا اینکه ممکنه فقط زجاجی شما شل شده و شما یه مقداری فلوترز جلوی چشمتون هست. مطمئنن ببینید، مطمئنن ما اگر، یعنی یک چشم پزشک ماهر کسی هستش که یک تشخیص بیشتر نگذاره، یعنی به شما بگوید شما تشخیصتون اینه. حالا شما اگر تشخیص های متفاوتی داشتید من نمیدونم چی هست، ولی توصیه که به شما دارم، شما رو باید یک متخصص شبکیه ببینه و نظر متخصص شبکیه. خب ایشون چی گفتن؟ دکتر مکی شما رو میشناختم، من خب باهاتون صحبت کردم. خب گفتم میشناختم، بعد اونم گفتش که عصب چشمت هیچ کاری هم نمیشه بکن، تا آخرم همینطوریه. گفتن عصب چشمتون خشک شده، پس شما در حقیقت یک سکته چشمی کردید. بله متاسفانه سکته چشمی مثل سکته مغزی میمونه، یک مقداری سلول هایی که دوچار سکته میشوند از بین میروند و هنوز بشر نتوانسته واقعا کار زیادی برای این ماجرا انجام بدهد. برای متاسف هستم. خوب نمیشه آقای دکتر؟ اگر اینطور که شما داستان رو تعریف میکنید احتمالا سکته چشمی است. سکته چشمی معمولا ممکنه 3-4 ماه اول یک کمی بهتر بشود، بعد از 3-4 ماه اول هرچه بود باقی میماند، دیگه از اون بهتر نخواهد شد. نه. با سپاس از تلفنتون عزیزم، خدا نگهدارتون. مرسی، ممنون، دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. دکتر رضا پور هستم از شیفتای جان چشم پزشکی، بفرمایید. با عرض سلام و سپاس از برنامه خوبتون آقای دکتر. خواهش میکنم. من میخواستم خواهش کنم که آیا این عملت، الو، آیا این عملت کاتاراکت بایفوکال که حضرت علی الان فرمودید، آیا امکان داره که بدون استفاده از داروهای میدریاتیک استفاده بشه؟ ابدا. البته اگر واقعا اشکالی وجود داشته باشه بر داروهای به اصطلاح استفاده از داروها، ما میلیوگین رینگ یا آیریس هوک میگذاریم، ولی اون در موردی است که واقعا کسی یا نتواند داروها رو تحمل کنه یا عیبی در آیریسش باشه که ما مجبور باشیم. یعنی حرف اولم رو پس میگیرم، نه ابدا، بله میشود بدون میدیاتیک انجام داد،
ولی اگر کسی اشکالی نداشته باشه در استفاده از میدیاتیک، خب سالمتر، بهتر و بی‌ضررتر اینه که میدیاتیک بریزیم. ولی اگر چنانچه کسی فرض کنید داره فلومکس مصرف میکنه و مردمکش خوب باز نمیشود، در این صورت خب بله، ما رینگی در داخل چشم میگذاریم که مردمک رو باز میکنه، عمل میکنه، بعد رینگ رو بر میداریم. ولی خود این یک تراماست برای چشم. ما سعیمون این هستش که واقعا با کمترین تراما چشم رو عمل بکنیم. با تشکر از فرمایشتون آقای دکتر. با سپاس. همسر من به علت اینکه یک برین هموریج داشته و متاسفانه برای کانسالتیشن همین عمل رفتن، به علت اینکه 3 بار داروهای میدیاتیک رو در طول این دو ساعت و نیم کانسالتیشن ریختن، نیم ساعت بعد دوباره به یک برین هموریج شدیدتر مبتلا شد و به همین علت ترس داره از داروهای میدیاتیک که در این مورد، اما نیاز داره که به علت کاتاراکت شدیدی که داره عمل بشه. خب احتمالا فنیلفرین استفاده کردن. فنیلفرین بله میتواند فشار خون رو بالا ببره و خونریزی سکته مغزی بکنه، حتی سکته قلبی بکنه، اگر دوز خیلی بالا استفاده بکنیم 10%. میتوانیم دوز پایینتر، خیلی خیلی پایینترش هست یا رقیقترش به اصطلاح استفاده بشود و مردمک رو باز کنیم. ولی خب در این صورت که ایشون واقعا انقدر حساس هستن، میتوانیم مالیگن رینگ بگذاریم یا آیریس هوک استفاده بکنیم و مشکلی نیست. یعنی این مسئله نمیتواند مانع عمل کاتاراکت ایشون بشود. میتوانیم بله برای ایشون مالیگن رینگ رو بگذاریم، اشکالی نداره. به هر حال نتیجه عمل فرق زیادی نمیکنه. نظر از اطلاعی که اگر به جای فنیلفرین مثلا اگر میتریاسید یا داروهای دیگر یکی نه حتما استفاده بشه، مثل پیلوکارپین را نه پیلوکارپین که تنگ میکنه مردمک، یا تروپیکاماید 1% هیچ اثری روی فشار خون نداره. تنها داروی میدیاتیکی که میتواند فشار خون رو بالا ببرد و ما در بیماران قلبی شدید و بیماران مغزی سعی میکنیم کمتر استفاده بکنیم به اصطلاح فنیلفرین هست. فنیلفرین 2.5% هست، 1% هست، 10% هم هست. خب شاید اون دفعه 10% استفاده کردم، ولی با دوزهای 1.5 و 2.5% هیچ وقت هیچ گزارشی نشده که اشکالی اتفاق بیفته و میتوانن اون رو استفاده کنن و هیچ ترسی هم نباشه. ولی گفتم حالا میتوانن تروپیکاماید رو با سایکلوژیل استفاده بکنن و به اصطلاح اگر خوب باز نشد یه مالیوگین رینگ هم بگذارن، هیچ ایرادی نداره. بسیار بسیار سپاس خدمت. خواهش میکنم. بسیار سپاس از تلفنتون. اشکالی وجود داره. دکتر رضا پور هستم از شیفت های جان چشم پزشکی، بفرمید. سلام کنم آقای. سلام عزیزم. من در رابطه با خانومم صحبت میکنم. بله. حدود چهار ماه پیش کاتاراکت عمل کردن. یکی از چشما بسیار خوبه، چشم دیگه، چشم چپشون وقتی به روبرو نگاه میکنن، من از پهلو دقت میکنم، گوشه چشمشون مثل این که یه حالت اشک جمع شده باشه، میگن مگسک میبینن. چند بار به دکتر معالجشون مراجعه کردن و سرانجام به 2 دکتر دیگه ایشون رو ارجاع کردن. آیا مشکل چی میتونه باشه و آیا برای البته قبلا توضیح دادید که میشه در مواردی لنز را عوض کرد در آورد، ممکن لطفا یه مقدار ما راهنمایی بفهمید؟ بله ببینید، ایشون از نظر دید خوبه این چشم چپشون؟ مثل راست نیست از نظر دید. خب شما روی خط بمونید، چون مثل اینکه وقت برنامه متاسفانه به پایان رسید، من پشت خط باتون صحبت میکنم. گوش رو نگه دارید عزیزم. با سپاس از دوستانی که با ما همراه بودن و امیدوارم بتوانم پشت خط دوستان دیگر رو پاسخ بدهم. با امیدوارم که اگر نتوانستم به همتون پاسخ بدم، هفته دیگه با هم صحبت بکنیم. برای همه شما روزهای آفتابی، شبهای مهتابی آرزو میکنم. خیرات همراهتون، طبیعت نگهدارتون. بدرود تا درودی دیگر و با سپاس از کارگردان فنی امیر عزیز. بدرود.